حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک، با ما همراه شدن. خوش آمدید. آقایی، بیشتر درباره این گزارش بلومبرگ و اهمیت مطالبی که در اون مطرح شده میگید برای ما؟ درود به شما خانم کیانی و درود به مردم ایران. گزارش بلومبرگ گزارش مهم و تأمل برانگیزی هستش به نظر من. گزارشی هستش که در درجه اول اهمیت حمله مرگبار اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه در دمشق رو نشون میده. اشاره شده در این گزارش که حمله نه فقط به محمد رضا زاهدی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای قدس سپاه، بلکه میشه گفت حمله به بخشی از یک زنجیره فرماندهی نیروهای قدس سپاه بوده که این در واقع فرماندهی مسئولیت فعالیت‌ها و عملیات‌های نیروهای قدس سپاه هم در سوریه و هم در لبنان در رابطه با حزب الله رو بر عهده داشتن، اونم در جریان حمله به ساختمانی که جمهوری اسلامی تصور می‌کرده که امن‌ترین جا برای ملاقات این افراد هستش و امکان نداره که اسرائیل بخواد که به اون ساختمان حمله بکنه. اینو داخل پرانتز اشاره بکنم که بر اساس همین گزارشم از آغاز جنگ حماس و اسرائیل تا الان اسرائیل تونسته دست کم 18 تن از فرماندهان ارشد نیروهای قدس سپاه رو در سوریه در واقع بکشه، از جمله شاخص‌ترین اون افراد یعنی سید رضی موسوی فرمانده لوجستیک کل محور مقاومت، صادق امیدزاده معاون اطلاعات نیروهای قدس سپاه و جانشینش و محمد رضا زاهدی که از فرماندهان ارشد نیروهای قدس سپاه هستش. این افراد افراد بسیار مهمی هستند. تارگت‌های با ارزشی هستش از نظر اسرائیل. چیزی که نگران کننده هست برای جمهوری اسلامی بر اساس این گزارش اطلاعاتی که میده اینه که همونطور که شما اشاره کردید عدید وجود حفره امنیتی هست و وجود عواملی در رژیم بشار اسد و حتی ممکنه ارتباطاتی داشته باشه این مسئله که بسیار بسیار آسیب پذیر از جمهوری اسلامی و عملا توان بازدارندگی در سوریه نداره، به احتمال به نقش روسیه داره. بنابراین بسیار بسیار مهمه که ببینیم که این بشار اسد در واقع داره چگونه اقداماتی رو انجام میده که منجر به این اقدامات اسرائیل میشه. و این هدف قرار گرفتن فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه چه پیامدهایی برای فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی در پی داره فکر می‌کنید؟ خب این پرسش بسیار بسیار مهمی هستش. اتفاقا خیلی تعیین کننده هستش که جمهوری اسلامی در سایه حملات اسرائیل در راستای دکترین بابام جنگ در میان جنگ‌ها چیکار می‌خواد بکنه، چون الان اسرائیل با این اقداماتش که به نظر من ادامه هم خواهد یافت دو تا هدف رو داره. اولا تضعیف و از بین بردن توان بازدارندگی جمهوری اسلامی در حوزه عملیاتی محور مقاومت، چه در سوریه، حتی چه در عراق و البته در خاک ایران. و عملا میشه با اطمینان گفت جمهوری اسلامی در سوریه به هیچ عنوان توان بازدارندگی نداره، کاملا از بین رفته. روسیه بی تفاوت است وقتی که حملات رو اسرائیل انجام میده. عواملی وجود داره در رژیم بشار اسد که احتمالاً دارن گران میدن به برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی. و مسئله دوم، هدف دوم هم این هستش که اسرائیل داره استراتژی جنگ منطقه خاکستری جمهوری اسلامی رو بی اثر میکنه در کل منطقه. من فکر میکنم این اقدامات ممکنه در کمترین حالت باعث بشه که جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنه در اون رویکردش و اون عملیاتش و کلا فعالیتش در سوریه. و این نکته آخرم اشاره بکنم که من اینو قبلا هم گفته بودم، بشار اسد الان 12-13 سال از جنگ گذشته. بشار اسد نیاز داره بر اساس یک قاعده پراگماتیک که تنوع زایی بکنه در سیاست خارجی خودش، یعنی باید بیاد عادی سازی روابط بکنه با کشورهای عربی کما اینکه کرده. بشار اسد نمیتونه با جمهوری اسلامی در سوریه درگیر بشه با نیروهای قدس سپاه. پس کاری که میکنه این هستش که میتونه از طریق عوامل اطلاعاتی به عنوان یک سناریو، دارم میگم 100% نیست ولی منطقی به نظر میرسه، که بخواد همکاری بکنه حتی با اسرائیل یا برخی از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در منطقه که این اقدامات رو اسرائیل انجام بده و بشار اسد بتونه مهار کنه جمهوری اسلامی نیروی قدس سپاه در سوریه رو، سیگنال بده به تهران که من میخوام از اتکای راهبردی مطلقم به شما بکاهم. و این اقدامات جمهوری اسلامی اگر ادامه پیدا بکنه که سوریه بشه جولانگاه نبرد اسرائیل و جمهوری اسلامی، کما اینکه جمهوری اسلامی میخواد که همیشه در منطقه خاکستری با اسرائیل بجنگه، این چیزی نیست که به نظر من بشار اسد بپذیره. سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با حسین آقایی.